تو نازنین دو عالم فرشته یا بشری، ستاره ای به زمین آفتاب و یا قمری، به خوبی همه خوبان روزگار قسم که هرچه خوب کنم وصف تو تو خوبتری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو نهال بارور در باغ دین رویده شد، یاسهای آسمانی در زمین رویده شد، نخل حق در سرزمین مشرکین رویده شد، لاله در باغ دل اهل یقین رویده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و مخصوصا ویژه برنامه محفل خوبان. خوشحالیم که یک بار دیگه فرصتی دست است خدمت شما عزیزان برسیم. از شما کمال قدردانی و تشکر رو داریم که در 5 برنامه گذشته ما رو همراهی کردید. 5 برنامه‌ای که با موضوع تولی و تبری گذشت و توضیحات خوب و اطلاعات خوبی رو از مهمون برنامه‌مون گرفتیم. امیدوارم که در فکر می‌کنم 4 یا 5 برنامه دیگه که در واقع در آستانه ولادت دو بزرگوار یعنی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام هستیم بتونیم باز هم اطلاعات خوب و کافی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام به هر حال یک شبکه جهانی هستش و همونطور که میدونید از اقصا نقاط این کره خاکی بیننده داره. دوستان خوشحالیم که عزیزانمون در جای جای کره شاید این برنامه و این شبکه پل ارتباطی باشه بین این دوستان و در واقع ما و کسب اطلاعاتی در رابطه با بزرگانش. ما با 5 برنامه دیگه در خدمت شما هستیم، ولی قبل از اینکه موضوع امروز رو مطرح بکنیم ابتدا دیگه البته مهمون برنامه‌مون دیگه معرفی نمیخواد، فقط سلام علیکی داشته باشن و برای ما در رابطه با این 5 برنامه صحبت کنن. آقای رحیمیان سلام، عرض ادب. خوشحالیم که باز هم دعوت ما رو پذیرفت و همچنین ما از شما تشکر میکنیم. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام بر امام صادق علیه السلام پیشوای شیعیان جهان و ششمین جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام بر فرزندش امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام ویژه دارم در این ایام خجسته و مبارک حضور همه بینندگان گرامی در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. برای امیان ما 5 برنامه در خدمت شما بودیم با موضوع تولی و تبری و بحث جذابی را افتاد، بحثی که شاید خیلی بهش پرداخته نمیشد، ولی خب ما توی این برنامه سعی کردیم یه جورایی عامیانه تر، خودمونی تر و عمومی تر رابطه بهش صحبت کنیم و خیلی از کلمات تخصصی و فنی به کار نبریم. آقای رحیمیان، ما قولی که دوستان به ما داده بودن از ابتدای برنامه ها 10 برنامه بود، 5 برنامه در رابطه با تولی و تبری و 5 برنامه در رابطه با ولادت این دو بزرگوار. شما برای ما توضیح بدین، همونجور که به هر حال شما الان فکر میکنم اطلاعاتی که میخواد در اختیار ما قرار بذارید تو ذهن خودتون هست و دوست داریم بگید برای ما که برای 5 برنامه دیگه چه اطلاعاتی رو میخواد در اختیار ما قرار بدید. در آستانه ولادت با سعادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هستیم و از طرف دیگر ولادت موفور السرور ایشون مصادف است با ولادت ششمین جانشین ایشون امام صادق علیه السلام، که حقیقت اینه که شناخت این دو شخصیت عظیم الهی برای ما امکان پذیر نیست، اما بتونیم شمه از این جایگاه ویژه اینها رو داشته باشیم در ذهنمون و در زندگیمون بتونیم اینو به تصویر بکشیم، لازم است که ما قطعا همونطوری هم که شما هم اشاره فرمودید برنامه محفل خوبان
میخواد و هدفش اینی که یه برنامه متفاوت بله. نسبت از برنامه های دیگه داشته باشه. واقعا هدف برنامه همین است شاید رحیمی، همچون که قبلا هم با هم صحبت میکردیم در رابطه با این موضوع صحبت میشه، خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنی واقعا که برنامه های تلویزیون، برنامه های ماهواره ای و شبکه های مختلف دوستان زحمت میکشن واقعا، همونجور که خودتون میدونید در پشت صحنه هستید میدونید واقعا مشکلات بسیار هستش، ولی خدا رو شکر برنامه ها خیلی خوب تهیه میشه الحمدلله، با کیفیت خوب تهیه میشه، ولی خب به هر حال رسالت هر برنامه با برنامه دیگه یک مقدار متفاوته. ما به این صورت از اول کار کردیم و امیدواریم اینقدر موفق بوده باشیم که دوستان تونسته باشن از برنامه استفاده کنن، که در رابطه با هر موضوعی صحبت میکنیم یک دیدگاه متفاوت تری داشته باشیم غیر از اون چیزی که قبلا شنیدی. بله. حالا اونم با وجود شما این خواهش پذیر میکنم. طبعا از طرف دیگر مخاطب های عمومی رو ما در نظر میگیریم. حقیقتا فقط یه قشر خاص و دوست نداریم که در اون جایگاه به صورت تخصصی و کاملا کلاس بالا به قول بله چون محفلمون های رحیمیان خوبان هست، خوبان هم به سن خاصی اختصاص نداره، ممکن از هر رده سنی از هر درجه علمی فرقی نمی کنه همه انسان ها رو در از همه طیف ها شاید هستن بتونن این برنامه رو باشن ارتباط برقرار کنن و از همه ملیت ها و همه جوامع چون به صورت جهانی پخش میشه بتونن با زبان ما آشنایی داشته باشن، انشالله یه زاویه ای رو یه روزنه ای رو نسبت به این دو شخصیت بزرگوار داشته باشیم. اون چی که به ذهن بنده خطور کرد با توجه که یقینا امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف هم که در حضورش هستیم عنایت فرمودن درباره شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ما مطالب رو داشته باشیم، یک بازخوانی در سیره و روش و جایگاه والای این پیامبر عظیم الهی. حقیقتا هم پیامبری است که طبق تعبیری که از دانشمندان اینه که ایشون میگن پیامبری که از نو باید شناخت، هنوز هم جهان امروزی اون جایگاه ویژه والای رسول خدا صلی الله علیه و آله رو نشناختن. این یک حقیقتی است که چرا که پاسخش کنار خودش، اگر شناخته باشند شناخت به مجردی که انسان یک موضوع را و یک شخصیتی را شناخت بلافاصله از او پیروی میکنه و زندگیش را طبق شیوه و روش او بنا میکنه. ما میبینیم که در جوامعی که ما زندگی میکنیم و میبینیم کمتر نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله شناخت هست، اما برای اینکه بتونیم این دو شخصیت عظیم رو کنار هم قرار بدیم، چون تولد مبارکشون و خجستشون در یک روز واقع شده، بنده به ذهنم این گونه رسید که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو از نگاه امام صادق علیه السلام بشناسیم، جایگاه رسول اکرم از دیدگاه امام صادق علیه السلام، یعنی ما پای درس امام صادق علیه السلام و کنار سخنان دلنشین و الهی اون حضرت بشینیم ببینیم که جد بزرگوارشون رسول خدا صلی الله علیه و آله رو اصلا چگونه معرفی میکردن و اگر ما امروزه این توفیق رو داشتیم که شرفیاب بشیم به محضر امام صادق علیه السلام و درباره جد بزرگوارشون از ایشون میپرسیدیم، در هر ملیت و در هر آیینی که بودیم در هر جامعه چگونه حضرتش جد بزرگوارشون رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به ما شناسایی و نشون میدادن. خب این طرح کلی انشاءالله در این پنج قسمتی که در حضور بینندگان عزیز و شما هست. خواهش میکنم. خب آقای رحیمیان، همونطور که از صحبت‌های شما برداشت میشد ما اولین سوالمون غیر از این سوال نمیتونه باشه، چون به هر حال ابتدای برنامه هست و معمولا در رابطه با ولادت صحبت میکنه، ولی همونطور که شما گفتید میخوایم یه مقدار از ابعاد متفاوتی بهش نگاه بکنیم، پس ما سوال اولمون رو از شما اینطور مطرح میکنیم آقای رحیمیان که ابتدا در رابطه با ولادت اون بزرگوار برای ما صحبت داشته باشید و بعد از اون هم در رابطه با جایگاه این بزرگوار از دیدگاه و نگاه امام صادق علیه السلام. خب درباره ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اون جایگاه ویژه‌ای که در پیشگاه خداوند متعال داره،
امام صادق علیه السلام بیانات متعدد و زیبا و گوناگونی دارن که همه اونها قابل توجه هست، یعنی میتونه یک روزنه باز کنه برای کسی که بتونه یک بار دیگه رسول خدا صلی الله علیه و آله رو بشناسه. بله. اما اون چه که در این سیره و در چگونگی شناسوندن رسول خدا صلی الله علیه و آله از بیان امام صادق علیه السلام ما میبینیم، یک بیان متفاوتی است که بنده اینگونه فکر میکنم که دانشمندان دیگر یا افرادی که غیر معصوم هستند بخوان امام معصوم رو یا یک شخصیت معصوم رو یا یک پیامبری که عظیم الشأن است از 124 هزار پیامبر اشرف اینها و گل سرسبد اینهاست، اون جایگاه خاصی که خداوند متعال برای این پیامبر و این آخرین سفیر خودش قرار داده معرفی کنه، اینو به تنهایی نمیشه. ما میبینیم الان عده‌ای هستن که به عنوان مسلمان فقط به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله به باور خودشون اعتقاد دارن و حضرتش رو به تنهایی معرفی میکنن و اگر خیلی هم پاشون رو فراتر بذارن نسبت به معرفی رسول خدا صلی الله علیه و آله رو در یک فضای کاملا عرض کنم کمسو اهل بیت پیامبر و اصحاب پیامبر رو معرفی میکنن، اما امام صادق علیه السلام این گونه این شخصیت عظیم رو معرفی نمیکنن. درباره تولد نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله امام صادق علیه السلام در یک روایت بسیار زیبایی که از حضرت سلمان فارسی نقل میکنه که ایشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود خداوند متعال مرا از درخشش نور خودش آفرید. این یه جمله است که درباره اون بخش نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله که چگونگی پدید آمدن و آفرینش اون حضرت هست ما داریم. اما یه روایت دیگری هست که در این زمینه اون نوع شناختی رو که ما نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله باید داشته باشیم تا شناخت ما یک حالت کمال به خودش بگیره و متفاوت از شناخت‌های دیگه باشه و بتونه در عرصه زندگی ما رو به اون سعادت و کمال خودمون که خداوند متعال داره ما رو حرکت میده، سوق میده، خودش حرکت بده، اینی که امام صادق علیه السلام در معرفی رسول خدا صلی الله علیه و آله، معرفی امیر مؤمنان علی علیه السلام و ائمه معصومین یعنی جانشینان امام رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السلام هم کنار هم قرار میدن. این خیلی قابل توجه هست، یعنی به محض این که میخوان به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله نگاه کنن یک نگاه کاملا جامع و فراگیر هست و گسترده است که از اون آغاز جهان هستی تا پایان جهان هستی رو امام صادق علیه السلام اینجا به ما نشون میدن. این کاملا متفاوت است برای کسانی که یک بار دیگه میخوان بازنگری کنن در ذهن خودشون، در باور خودشون، در اعتقاد خودشون، در اون احساسات درونی خودشون نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله. و این یقینا میدونیم که برگرفته از همون شناسوندن قرآن کریم است که وحی الهی است نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و اولیا و ائمه و پیشوایان معصوم علیه السلام. در این روایت نورانی که در معتبرترین کتابهای شیعی یعنی همون اصول کافی این نقل شده، مرازم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام در جلد یکم صفحه 439، اون بخشی که مربوط هست به معرفی و شناخت رسول خدا صلی الله علیه و آله، جالب هست که بیشترین روایات هم اینجا از شخص امام صادق علیه السلام. عزیزان میدونن که یک نقش علمی و یک نقش گسترده ای رو امام صادق و امام باقر علیه السلام در عصری که
اونها زندگی میکردن تونستن یه گوشه هایی از اون رسالت جهانی رسول خدا صلی الله علیه و آله رو اون اندازه که جهانیان در اون عصر و تا دوره ظهور امام زمان علیه السلام شایستگی و لیاقتش رو داشتن، اینها رو یه حاله از نور، اینها رو نورشون نشون بدن و به جهانیان معرفی کنن. در اونجا امام صادق علیه السلام مستقیما فرماید، قال، حضرتش فرماید، قال الله تبارک و تعالی، خداوند متعال این گونه فرمود. این هم بازن جایگاه ویژه شخص امام صادق علیه السلام که عرض کردیم در آستانه ولادت ایشون هستیم، میخوام بشناسیم. خود کلمات حضرت به نوعی جایگاه اون حضرت هم برای ما معرفی میکنن که بدون هیچ واسطه ای از خداوند متعال ایشون نقل میکنه. حالا اینجا خیلی بحث هست و دانشمندانی که در زمان امام صادق علیه السلام بودن و یه سری که اندیشمند بودن در واقع در یک عرصه اینا قرار گرفته بودن که اندیشه های متفاوت و قرائت های متفاوت از اسلام مطرح شده بود. اینکه شیعه جعفری میگن امام صادق علیه السلام واقعا شیعیان رو در اون روز که همون پیروان راستین رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن معرفی کردند و این اندیشه های باطلی که باز هم ما در برنامه های پیشین اشاره کردیم رسول خدا صلی الله علیه و آله در معرفی آیین خودشون هیچ سختی به ما به هیچ سختی و مشکلی ما رو مواجه و روبرو نکردند، بلکه به صورت کاملا منطقی و ریاضی و برهانی فرمودن دو راه پیش روی انسان هاست، یکی راه خدایی و یکی راه شیطانی، و انتخاب این دو راه هم از هم و امتیازشون هم بازم پر کسانی که اخلاص داشته باشن به راحتی میتونن به این برسن. آره امیان ببخشید، ما چون به هر حال قالب برنامه قالب مشخصی هستش، دوستان همیشه زحمت کشیدن و برنامه ها رو در نظر میگیرن، رشته کلام از دستتون در نره، ما بعد از یه میان برنامه برمیگردیم. همراه ما هستید با ویژه برنامه محفل خوبان، بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. مولا علی جان، 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 دل خونه تو، دیوونه تو، دل خونه تو، دیوونه تو، جای یتیما روی شونه تو، روی شونه تو. آقا من هم یتیمم تا تو رو نبینم، من هم یتیمم تا تو رو نبینم، کی میشه بیام تو حرمت بشینم، حرمت بشینم. خب جا داره یک بار دیگه فرارسیدن ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو خدمت شما بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و مخصوصا امام عصر ارواح نافدا تبریک و تهنیت عرض کنیم. ادامه بحث در خدمت استاد گرامی آقای رحیمیان. آقای رحیمیان ببخشید، ما یه موقعی مجبوریم چون دوستان به هر حال زمان رو تنظیم میکنن و با اشاره به ما میگن که زمان تموم شده. ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، ما در معرفی رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم از زبان امام صادق علیه السلام، عرض کردیم که به گونه کاملا متفاوت حضرتش رو معرفی میکنن. یعنی در معرفی، در یک جمله بتونم این روایت رو بگم، در معرفی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اون جایگاه ویژش، امیر مؤمنان علی علیه السلام هم معرفی میکنن، همین که قرآن میفرماید و انفسنا و انفسکم، یعنی همچنانی که قرآن کریم رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به عنوان نفس نفیسه
امیر مؤمنان و امیر مؤمنان علی علیه السلام را نفس نفیس رسول خدا صلی الله علیه و آله اینو معرفی میکنه، امام صادق علیه السلام این گونه معرفی میکنه. یعنی اینها در واقع یک روحند در دو پیکر، این گونه است. اگر ما رسول خدا صلی الله علیه و آله رو بدون امیر مؤمنان علی علیه السلام ببینیم و این گونه به ما معرفی کنن، ما از مکتب امام صادق علیه السلام دور هستیم. یعنی حقیقت و اون کمال رسول خدا صلی الله علیه و آله رو ما نفهمیدیم و درک نکردیم و نمیتونیم به خودمون و به دیگران بگیم که ما رسول خدا صلی الله علیه و آله رو شناختیم. اما اگر کنار هم قرار بگیرن و اون گونه هم که خداوند متعال این گونه قرار داده، فراوان هم جناب آقای مهدی‌زاده در این مورد ما روایت داریم، هم از منابع معتبر شیعه و هم از منابع معتبر سنی، در این که اصلا آفرینش این دو بزرگوار همسان بوده، خداوند متعال این دو بزرگوار رو از یک نور آفریده، همچنان که اینا در آفرینش از هم دیگه نمیتونن جدا بشن و خداوند متعال مشیتش بر این تعلق نگرفته، در این دنیا هم از هم جدا نبودند و نخواهند شد. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند متعال این گونه فرمود که خطاب به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله با اون نام نامیش که حالا ما انشاءالله در ادامه برنامه به اینها خواهیم پرداخت که جایگاهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حتی نام نامیشون در نزد امام صادق علیه السلام داشتن، که یکی از اصحاب وقتی که نام نامی رسول خدا صلی الله علیه و آله رو که همون نام معروفش محمد صلی الله علیه و آله رو ادا کردن و از زبان جاری ساختن، راوی میگه من دیدم به احترام این نام نامی امام صادق علیه السلام اونقدر سر مبارکشون رو پایین آوردن که نزدیک بود به زانوانشون برسه. بله. به احترام و قداست و بزرگ داشت این نام نامی که از اشرف انبیای الهی و گل سرسبد همه سفیران خداوند متعال هست. حتی امام صادق علیه السلام خطبه بسیار زیبایی رو داره در معرفی رسول خدا صلی الله علیه و آله، انشاءالله اگر بنده اشارش رو میکنم که انشاءالله که بشه در برنامه های آتی به این اشاره کنیم، که یک شناخت اجمالی از امام صادق علیه السلام نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله داشته باشیم و در افکار خودمون یه تجدید نظری داشته باشیم. انشاءالله قوا بگیریم و انرژی بگیریم از بیانات امام صادق علیه السلام در این افکار الهی که خداوند متعال برای ما داده. بعد خودشون فرمودن خودم و خانوادم جان مالم فدای این نام نامی رسول خدا صلی الله علیه و آله، که خیلی جالب توجه برای کسانی که پیرو رسول خدا صلی الله علیه و آله هستن و خودشون رو شیعه و تابع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله معرفی میکنن و افتخار میکنن که خداوند متعال آخرین سفیرش رو پیامبر اینها قرار داده با همون نام که حالا اشاره خواهیم کرد. در این زمینه خداوند متعال فرمود یا محمد، ای محمد، انی خلقتک و علیاً، این که عرض کردم متفاوت هست از شناختهای دیگر، من خدا تو و علی رو آفریدم نورن، یک نور آفریدم. بعد خود حضرت این نور رو تفسیر میکنن امام صادق علیه السلام، میفرماین یعنی روحن بلا بدنه، یعنی یک روحی که هنوز به پیکره و یک کالبد اینو قرار نداده خداوند متعال، اون جنبه نورانیت اهل بیت علیهم السلام و اون آفرینش روحی رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علی علیه السلام. و کی آفریدم اینو؟ این که خداوند متعال آفریده، قبل ان اخلق سماواتی، اینا خطابش نسبت به همه انسان هاییست که الان در این کره خاکی زندگی میکنن و برترین موجود اونا هم انسان ها هستن، چون یقینا ما میدونیم بر این باورم که موجودات دیگر به لحاظ اون غریزه‌ای که دارن و اون ذاتی که دارن
و اون عدم اختیاری که در اینها هست، اینا همشون اون اندازه که استعداد دارن نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام و خداوند متعال و جهان هستی که استعدادشو دارن، اینا شناخت کافی و لازم نسبت به خودشون دارن. بله. و در یک اندازه هم هست، یعنی یک موجودی غیر از انسان هر اندازه نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله شناخت خداوند متعال در وجود او قرار داده، از آغاز تولدش تا پایان زندگیش همینو داره، نه رو به افزونیست و نه رو به کاستی. این انسان است که معرفتش و شناختش نسبت به موجودات یا رو به افزایشه یا رو به کاهشه، و اینجا همون آزمون نسبت به انسان معنا میده و آزادی عمل و اینکه انسان در این کره خاکی اختیار داره در ذهن خودش یا حق انتخاب کنه یا پیروه باطل باشه. یعنی بذر محبت و شناخت این بزرگواران در وجود همه پاچیده شده. احسن. فقط انسان آفرین. بله. با آبیاری درست. بله. با رسیدگی درست به این در واقع روح و روان میتونه اون رو بارور بکنه و به تکامل پرورش بده، بالا ببره. اینجا میگه من کی آفریدم؟ قبل از این که آسمانم رو بیافرینم، آسمان ها رو، سما آسمان خودم رو بیافرینم. جالبه که خداوند متعال حتی اینها رو هم به خودش نسبت میده، یعنی عده باطلگرا و اهل باطل نیان بگن که زمین آسمان به خودی خود و تصادفی آفریده شده. اصلا میگه آسمان من و زمین من و عرش من و همه اقیانوس های من، این آب هایی که حیات انسان از یک بعد دیگر به اینها بستگی داره. بعد پس پیش از آن که من اینا رو بیافرینم چی آفریدم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو و امیر مؤمنان علی علیه السلام رو آفریدم. فلم تزل تو حللونی و تو مجدینی، پیوسته توی شخص رسول خدا صلی الله علیه و امیر مؤمنان علی علیه السلام، یعنی شما که یک روح بودید چه کار میکردید؟ منو به یگانگی یادآور می شدید، یعنی لا اله الا الله گوهای اولی و حقیقی شما بودید و من رو بزرگ می داشتید، تو مجد می کردید. بعد می فرماید ثم جمعت روحیکما، بعد من روح شما رو جمع کردم، فجعلتهما واحدتن، یکی قرار دادم، فکانت تو مجدونی، این روحم بازم من رو بزرگ می داشت، مجد میکرد، تمجید مینمود و تقدسونی و من رو مقدس میشمرد. این روحی که اینقدر معرفت داره که خداوند متعال قرار داده در اون آغازین لحظه های همون پدید آمدنش و آفرینشش مشغول تمجید خداوند متعاله و تقدیس خداوند متعاله و تحلیل خداوند متعاله. بعد امام صادق علیه السلام از خداوند متعال روایت رو که نقل میکنه ادامه میده، میفرماید ثم قسمتها سنتین، بعد این روحی که یکی قرار داده بودم اینو تقسیم بر دو بخش کردم، و قسمت و سنتین سنتین، این دوتارم بازم دوتا قرار دادم. امام صادق علیه السلام فرماید فسارت اربع، چهار تا شد، یعنی از یک نور خداوند متعال چهار نور دیگر پدید آورد، محمدون واحدون و علیون واحدون و الحسن و الحسین سنتان، ثم خلق الله فاطمه من نور ابتدعها روحا بلا بدن، ثم مسحنا بیمینه فافزا نوره فینا. خیلی زیباست. عرض کردیم در بررسی و در صدد شناختی نسبت به جایگاه ویژه رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم از زبان امام صادق علیه السلام، اما سخن به اینجا رسید که میگه یک نور آفرید و این نور رو دو قسمت کرد، این دو قسمت رو چهار قسمت کرد. الان اون چهار قسمت رو امام صادق علیه السلام معرفی میکنن از زبان خداوند متعال. قابل توجه همه کسانی که خودشون رو موحد
و خدا پرست معرفی میکنن. یعنی اینجا امام صادق علیه السلام همه واسطه ها رو حذف کرده، حتی همه انبیای الهی رو اینجا مستقیما از خداوند متعال داره این بیان و بیان میفرماین که یعنی نه از حضرت ابراهیم باشه، نه از حضرت موسی باشه، نه از حضرت عیسی باشه، خود خداوند متعال داره معرفی میکنه این چهار تا نور رو به بیان امام صادق علیه السلام. حضرتش فرمود یکی از این نورها شد محمد صلی الله علیه و آله و دومی شد علی علیه السلام، این دو تای دیگر حسن و حسین علیهم السلام شدن. آنگاه حضرت می‌فرماید خلق الله فاطمه من نور ابتدعها روحم بلا بدنم، بعد به آفرینش نور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خداوند متعال پرداخت. اما از چه نوری؟ از نوری که ابتداعا این نور را هم بازم از روحی بدون پیکر آفرید. بعد می‌فرماید اونگاه با دست قدرتش به اینها مس، به با دست خود ما رو مس کرد و نور ما اهل بیت علیهم السلام رو، یعنی بعد از امام حسین علیه السلام که میشه از امام سجاد، از امام چهارم تا امام عصر جل تعالی فرجه الشریف، و نور ما را آفرید. خب این شناخت کاملا واقعا نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله بنده این گونه عرض میکنم کاملا متفاوت هست نسبت به شناختهایی که ما میخواییم شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله نوع تولدش، نوع آفرینش نورانی خودشون رو اگر بخواییم معرفی کنیم که از غیر معصومین علیه السلام معرفی کنم متفاوت هست. خیلی مهمه ببینید وقتی ما یک نفر رو معرفی بهمون میکنن اینکه راوی کی هستش، همیشه در تاریخ به این توجه شده بله؟ که بله. مستند باشه بله. راوی در واقع کسی باشه که اعتبار داشته باشه بله. وقتی شما از پیامبر صحبت میکنید و راوی اون و تعریف کننده اون خداوند متعال هست که دیگه در رابطه با هیچ گونه صحبتی نمیشه کرد. پس این دیدگاه متفاوتی که شما فرمودین در رابطه با معرفی پیامبر از دیدگاه بزرگانی است که هیچ جای شک و شبهه‌ای برای کسی بله. باقی نمیذاره، یا حتی مخالفان دین و مخالفان این بزرگواران فکر نمی کنم دیگه در رابطه با این توضیحاتی که شما داشته باشید بتونن دیگه صحبتی بکنن، چون استناد به بله. در واقع سخنان خداوند بالاترین مستند و استناد است. بعد اون که شاید یکی بپرسه که در اینجا از بینندگان عزیز خب این گونه معرفی رو ما نتیجهش رو چگونه میتونیم ببینیم، خیلی جالب این پرسش مطرح میشه، یقینا هم برخیرن تو ذهنشون خطور میکنه. خب ما رسول خدا صلی الله علیه و آله به تنهایی معرفی کنیم یا با امیر مؤمنان علی علیه السلام و 11 فرزند ایشون و حضرت زهرا سلام الله در واقع 14 نور پاک رو یه جا معرفی کنیم، چه تفاوتی میگه؟ تفاوتش روشن هست. الان ما خود مسلمان ها رو در شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله به اتفاق به هر آماری که ما مسلمان داشته باشیم در شناخت ابتدای رسول خدا صلی الله علیه و آله ما هیچ تردیدی نداریم. همشون بپرسن از مسلمان ها در هر فرقه و مذهبی باشن بگن رسول شما چی هست، تفاوتی که نسبت به مسیحیان و به یهودیان و آیین‌های دیگه داره، اینا میگن ما پیرو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هستیم، هیچ بدون اینکه هیچ تردیدی در این باشه. اما یه نفر غیر مسلمان بگه آره من دیدم شما میگید که من پیرو رسول خدا صلی الله علیه و آله هستم و مسلمانم، من مسلمانی دیدم که فکرش، اندیشهش، عملکردش با تو متفاوته و اونم میگه من پیرو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هستم و مسلمان دیگری دیدم که کاملا با شما دوتا متفاوت است، اونم میگه خب این فرقه ها، این حزب ها، این مذهب ها از کجا اومده؟ این همونجا هست که این گونه که امام صادق علیه السلام معرفی کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو این گونه معرفی نشدن. اون چی که بخواد
از اول تا پایان زندگیش بتونه این مجموعه دین و آیینی که بله. رسول خدا صلی الله علیه و آله رو آورده یک جا ببینه، اون فقط در مکتب امام صادق و ائمه معصومین علیهم السلام. اینا از اول تا آخر حرفشون یکی هست. لذا اون چه که رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان فرموده برای جانشینان بعدشون دیگه متفاوت نیست، شیوه و روش زندگیشون در همه ابعادم یکی است. اینجا هست که ما تفاوت‌ها رو در اینجا نمی‌بینیم. اما اگه غیر این گونه معرفی بشه رسول خدا صلی الله علیه و آله، طبعا این تفاوت‌ها رو ما خواهیم دید و می‌بینیم. لذا بنده در این برنامه دوست دارم عزیزان بیننده که ما در خدمتشون هستیم یک بار دیگر تجدید نظر داشته باشن نسبت به شناخت رسول خدا صلی الله علیه و آله از زبان امام صادق علیه السلام. خب ممنونم آقای رحیمیان، خواهش میکنم، تشکر که باز هم اطلاعات در اختیار ما قرار دادین. همونطور که شما فرمودین و در لابلای صحبتتون استخراج شد، این بود که در رابطه با خطبه در واقع امام صادق علیه السلام میخواید صحبت بکنید در برنامه بعدی. ما این برنامه فکر نمیکنم دیگه زمان داشته باشیم. ممنون که ما رو همراهی کردید و باز هم ما رو از اطلاعات خودتون بهره مند کردید، از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم. این عطر حضور کیست که عرش را به هیجان آورده است؟ این عطر حضور کیست که عرش را به هیجان آورده است؟ ایام بکام، ای درخت نبوت، ای طوبای صداقت، شاخه هایت پربار که امروز گل کرده ای به وجود زیباترین مولود هستی. می خوانمت به نام تمام زیبایی ها. کمال قدردانی تشکر رو داریم از شما بینندگان عزیز در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و ویژه برنامه محفل خوبان، و همچنین تشکر دوستانمون در بخش های مختلف شبکه را هم پذیرا باشید. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید و ما رو همراهی کنید. خوشحال شدیم که تا این لحظه در خدمت شما بودیم. التماس دعا. خدا نگهدار.